وسط فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، ترامپ به دنبال معامله با ایران یا در تلاش برای تغییر نظام؟ تانکرهای ایرانی وقتی از خلیج فارس خارج میشن، رادار خودشون رو خاموش میکنن و مقصد واقعیشون رو پنهان. اما امروز این کار سخت‌تر از گذشته شده. دور زدن تحریم‌ها با دوران قبل از برجام فرق دارد. آیا ایران راه‌های جدیدی ابداع کرده؟ و دومینوی که با تعطیلی یک روزنامه شروع شد، با حمله به خوابگاه دانشجویان ادامه یافت. حوادث 18 تیر کوی دانشگاه تهران 20 ساله شد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خارج شدن از توافق برجام، سیاست فشار حداکثری علیه ایران را در پیش گرفته. او از یک طرف سپاه پاسداران و رهبر ایران را تحریم کرده و می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و از طرف دیگر دست تعامل به طرف تهران دراز کرده و می‌گوید مقامات ایرانی هر وقت آماده‌اند می‌توانند با او تماس بگیرند. اما دونالد ترامپ و دستیارانش دقیقاً چه می‌خواهند؟ آیا به دنبال معامله بزرگ با ایران هستند یا سرنگونی حکومت؟ جزئیات بیشتر از کامبیز فتاحی از واشنگتن. رئیس جمهوری نامتعارف با موازی اغلب متناقض. دونالد ترامپ یک روز جمهوری اسلامی را مافیایی فاسد می‌خواند. روز دیگر اما می‌گوید مردم ایران با همین حکومت هم می‌توانند کشور بزرگی داشته باشند. یک روز تهدید به جنگی ویرانگر می‌کند. روز دیگر درخواست مذاکره می‌فرستد. آن هم بی‌قید و شرط، در حالی که وزیر امور خارجه اش رسماً 12 شرط اساسی برای توافق احتمالی تعیین کرده. پیام‌ها و علامت‌هایی در تضاد که رمزگشایی از آنها شاید چندان آسان نباشد. President Trump has made clear that he would like to that he is open to negotiations. دونالد ترامپ اعلام کرده که حاضر به مذاکره است و به توافق تمایل داره. او حتی در کارزار انتخابات ریاست جمهوریش هم گفته بود که میخواد به توافق بهتری از برجام دست پیدا کنه. البته به نظر من بعضی از اعضای کابینه او دیدگاه‌های تندتری درباره ایران دارن. چیزی که الان شاهدش هستیم در واقع فقدان انسجام در پیام رسانی دولت درباره این موضوعی که میخوان چیکار کنند. That makes it unclear about where the administration as a whole is really headed. دونالد ترامپ میگوید خط مشی فشار حداکثری را دنبال میکند برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه و بازگرداندن ایران به روند مذاکرات با هدف امضای توافقی به مراتب بزرگتر از برجام. منتقدان آقای ترامپ هم میگویند او سیاست خطرناک تنش حداکثری را در پیش گرفته. اینکه رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران به غیر از توییت و تحریم کردن اقدام ملموس دیگری انجام نداده، چه تحریم نفت ایران باشد چه تحریم رهبرش آیت الله علی خامنه ای. تحریم رهبر جمهوری اسلامی، تحریم فرماندهان سپاه پاسداران و تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران، در کنار اینکه کاخ سفید حالا میگه ایران در داخل کشور حق غنی‌سازی اورانیوم رو نداره، این تصمیمات جنجالی باعث شده که خیلی ها در واشنگتن به این نتیجه برسن که کاخ سفید علارغم مواضع رسمیش در مذاکره با ایران جدی نیست. منتقدان میگویند هدف تضعیف جمهوری اسلامی است به قصد سرنگونی زیر بار سنگین تحریم ها. به نظر من دولت ترامپ علاقه به مذاکره نداره. شما اگر که به دنبال مذاکره باشید، رهبر یک کشور رو تحریم نمی کنید و به تحریم بلند پایه ترین دیپلماتش تهدید نمی کنید. همینطور که به تحریم جواد ظریف تهدید کرده ولی هنوز اجرایش نکردند. بنابراین تحریم های اخیر نشان می دهد که هدف خط مشی فشار و تضعیف ایرانه. به این امید که ایران در منطقه عقب نشینی کنه. به این امید که وضع اقتصادی ایران اونقدر خراب بشه که مردم قیام و حکومت رو سرنگون کنند. دستیاران ارشد دونالد ترامپ مواضع تند و تیزی علیه حکومت ایران دارند. این مشاور امنیت ملی او جان بولتون از دوستان دیرین سازمان مجاهدین خلق ایران که پیش از ورود به کاخ سفید بارها خواهان سرنگون کردن حکومت ایران بوده. تنش جاری با ایران میتواند فرصتی کم سابقه برای محافظه‌کارانی چون جان بولتون باشد. محافظه‌کارانی که خوب میدانند آمریکا وارد فصل انتخاباتی شده و شاید تا سال آینده میلادی رئیس جمهور دیگری به غیر از دونالد ترامپ داشته باشد. دونالد ترامپی که فعلا به نظر میرسد قصد دارد به تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادی ایران ادامه بدهد.
همه میگن که بولتون میخواد جنگ را بندازه، اما ببینید که آمریکا به سرنگون شدن پهپادش بر فراز آبهای بین‌المللی چطور پاسخ داد. ما نسبتاً خویشتنداری کردیم. فکر میکنم بعد از اون حمله این استدلال قوی وجود داشته که 10 پهپاد ایران رو اون دور و برا پیدا و سرنگون کنن. اگه گزارش‌ها درباره اینکه رئیس جمهور اول تصمیم به یک اقدام نظامی گرفت و بعد نظرش رو عوض کرد رو باور کنیم، یک چنین دودلی اصلاً وجهه خوبی نداره. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برای حل و فصل تنش جاری با ایران، چه از راه توافق چه با اقدام نظامی، عجله ای ندارد. خط مشی دونالد ترامپ فعلا فشار و تحریم و مهار حکومت ایران به نظر می رسد. همانطور که بارها صراحتا اعلام کرده تا ببیند چه پیش خواهد آمد. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. ایران پیش از برجام راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های اتمی و انتقال درآمدش به داخل ایران یافته بود. این راه‌ها حالا برای آمریکا شناخته شده هستند. آیا ایران می‌تواند راه‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها ابداع کند؟ جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. تحریم‌های آمریکا آسمان اقتصاد ایران را تیره کرده. در حالی که رکودی عمیق در یک قدمی اقتصاد ایران است، کمپین فشار حداکثری راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بسته. تجارت با ایران حالا به یکی از خطرناک‌ترین کارها تبدیل شده، ولو برای اقلام بشر دوستانه که در فهرست تحریم‌ها نیستند. من جرت بلانک هستم، تحلیلگر ارشد اندیشکده کارنگی. در دولت آقای اوباما معاون هماهنگ کننده برجام در وزارت خارجه بودم. تحریم‌هایی که در دولت اوباما طراحی شد، قرار بود به تغییر سیاست‌گذاری در ایران بیانجامد. اما جرت بلانک می‌گوید تأثیر اقتصادی تحریم‌ها بیش از تأثیر سیاسی آنهاست و حتی با دور زدن تحریم‌ها رکود اقتصاد ایران حتمی است. فروش نفت در ابعاد بزرگ درآمدزاست. از این جهت ایران برای صادر کردن نفت باید از تانکر نفتی و خطوط لوله‌های انتقال نفت استفاده کنه. وقتی کشوری تحریمه نمیتونه از روش‌های رسمی فروش نفت استفاده کنه و مجبور میشه در ابعاد خیلی کوچکتر نفتش رو به صورت غیر رسمی بفروشه. مثلا تانکرهای ایرانی وقتی از خلیج فارس خارج میشن، رادار خودشون رو خاموش میکنن و مقصد واقعیشون رو پنهان. اما امروز این کار سخت‌تر از گذشته شده، چون اطلاعات تردد تانکرهای نفتی در دسترس عمومه، چه برسه به دولت آمریکا. حتی اطلاعات تانکرهایی که سالها پیش مفقود شدند هم در دسترسه. در حوزه بانکی هم یکی از روش‌های پیچیده ایران برای پولشویی برملا شده. همون روشی که ایران ارز و پول رو به صورت غیرقانونی از طریق بانک‌های ترکیه منتقل می‌کرد. اینکه آیا ایران می‌تونه باز هم از این روش استفاده کنه محل پرسشه. همزمان در این سال‌ها نظارت بر پولشویی از سوی FATF و دیگر نهادهای ناظر دقیق‌تر شده و کار ایران برای دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر. اهم روش‌های ایران برای دولت آمریکا شناخته شدند. روش‌های مانند خاموش کردن رادار تانکرها، انتقال کشتی به کشتی کالاها و پولشویی برای انتقال درآمد نفتی یا استفاده از شرکت‌های سوری در خارج از ایران. این را هم باید افزود که در دنیای تجارت جهانی شماری از شرکت‌ها ریسک مجازات‌های آمریکا را می‌پذیرند و حتی برخی دولت‌ها هم چرا خاموش اجازه آن را می‌دهند. وزارت دارایی آمریکا از قدرت و بزرگی نظام مالی آمریکا استفاده می‌کنه و میگه اگه با ایران تجارت کنید از بازار مالی آمریکا محروم خواهید شد. همین تهدید کافیه که بسیاری از کشورها و شرکت‌ها از خیر تجارت با ایران بگذرند. سازمان‌ها و شرکت‌هایی که ریسک تجارت با ایران رو می‌پذیرند روی رادار وزارت دارایی آمریکا قرار می‌گیرند و واشنگتن هم اونها رو تحریم می‌کنه، هم برای مجازاتشون و هم برای اینکه درس عبرتی بشه برای دیگران. اما پیغام این تحریم‌ها برای سیاست‌گذار ایرانی چیست؟ چقدر ممکن است تحریم‌ها باعث شوند بخش غیر رسمی اقتصاد ایران بزرگتر شود؟ اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. وقتی اقتصاد مقاومتی شد، معناش اینه که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی درباره نفت ما میگیره یا درباره اقتصاد ما میگیره یا اینا.
In terms of macroeconomic effectiveness, there's no question they're extremely. تأثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی بدون شک زیاد بوده. نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، افت ارزش ریال و نرخ بالای بیکاری همه نشانگر شرایط بد اقتصادی هستند. اما آیا دولت آمریکا با اجرای تحریم‌ها تونسته سیاستگزاران ایرانی رو به تغییر روش سوق بده؟ پاسخ این پرسش احتمالاً منفیه. اقتصاد مقاومتی هم از اساس تعبیر اشتباهیه. ممکنه در گذشته بخش یا بخش‌هایی از اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها تونسته باشن قابلیت‌های اندکی کسب کنند. اما در اینکه اقتصاد ایران از تحریم و محدودیت لطمه می‌بینه شکی نیست. ایران می‌گوید تحریم‌های آمریکا دسترسی شهروندان ایران به غذا و دارو را محدود کرده. آمریکا در مقابل می‌گوید غذا و دارو نه تنها تحریم نیست که حتی راه تبادل مالی برای تأمین آنها باز است. اما نکته آن که بخش مهمی از شبکه بانکی کشور و حتی صنایع غذایی و دارویی به خاطر ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با شرکت‌های تحریم شده و سپاه پاسداران از گزند تحریم‌های آمریکا در امان نیستند. دولت ترامپ به وضوح گفته درباره شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند ذره‌ای انعطاف به خرج نخواهد داد. مثلا اکتبر سال گذشته یکی از بانک‌های ایران تحریم شد که ارتباطش با سازمان‌های تحریم شده غیر مستقیم و کم بود. حالا فرض کنید یک شرکت اروپایی چطور می‌تونه به این موضوع پی ببره؟ برقراری روابط تجاری با ایران حتی برای مصارف بشردوستانه مثل دارو و غذا هم کاری پرخطره. 16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3 ممیز شد. حالا ایران در تکاپوی فشار بر اروپایی هاست تا بتواند از فشار تحریم‌ها کم کند. جرت بلانک معتقد است اگر رئیس جمهوری دموکرات در دور بعدی روی کار بیاید، واشنگتن هم به برجام برمی‌گردد. ایده‌ای که مخالفانی هم دارد. این موضوع مهمی در سیاست خارجی آمریکاست. اما اگر ایران از برجام خارج بشه، از اهمیت این موضوع کاسته میشه. رئیس جمهوری بعدی خیلی آسون میتونه آمریکا رو به برجام برگردونده و تحریم‌های ثانویه رو در چارچوب اون رفع کنه. فارغ از اینکه ایران در برجام باقی بماند یا نه، دورنمایی برای پایان تحریم‌ها نمیتوان ترسیم کرد. شاید در گذشته تصور می‌شد نفت در برابر غذا که در عراق پیاده شده بود پایان فشار حداکثری بر یک کشور است. اما امروز داستان با زمان تحریم دولت صدام فرق دارد. ساختار تحریم‌ها پیچیده‌تر شده و به نظر نمی‌رسد آمریکا مرزی برای تحریم اقتصادی علیه ایران بشناسد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. مقام‌های دولتی در غرب افغانستان از افزایش قاچاق دلار به کشورهای خارجی و به ویژه ایران ابراز نگرانی کردند. آنها می‌گویند با افزایش قیمت دلار در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا قاچاق دلار هم بیشتر شده. صرافان افغان از دولت خواستند تا جلوی این روند را بگیرد. محمد قاضی‌زاده خبرنگار ما در هرات در گزارشش می‌گوید مرزهای غربی افغانستان معمولاً مسیر ترانزیت مواد مخدر و قاچاق انسان است. حالا قاچاق دلار هم به آن اضافه شده. این روزها بازار دلار آمریکایی در هرات گرم‌تر از همیشه شده. قاچاق دلار از افغانستان و مخصوصاً از غرب این کشور به ایران یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاده و نگرانی های را به بار آورده. یک منبع معتبر دولتی در غرب افغانستان و بی بی سی گفته که در سال 2018 بین 4 تا 5 میلیارد دلار به صورت غیر قانونی از افغانستان خارج شده. مثل مواد مخدر از مرزهای بیابانی هم نه، بلکه از مرزهای رسمی. مقام های محلی در غرب افغانستان هم نسبت به این روند نگرانند. سرحدات افغانستان که شما می‌بینید که انواع مختلف اسلحه، انواع مختلف قاچاق‌های گوناگون، افرادی که تروریسم استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبعا دلار هم انتقال می‌شه. که این جمله ایران هم خودشون تحریم است، شاید که قیمت‌ها بالاتر است، یک تعداد افراد علاقمند هستند که ببرن و با قیمت بالاتر و بخاطر منفعت خودی کار بکنند. بر اساس قانون هر فرد می تواند 10,000 دلار بی آنکه در مرزها ثبت شود با خود از کشور بیرون کند.
اگر فرد جواز فعالیت تجارتی داشته باشد، این رقم به 20,000 دلار تغییر می کند. من اما با فرد ملاقات کردم که تا 30,000 دلار به ایران قاچاق کرده. من از 20 تا 30,000 دلار هم با خود به ایران بردم. مفادش بد نیست. هر بار 100 یا 150 دلار مفاد دارد. اینجا که کار نیست و دستفروشان هم زیر فشارند. شماره از صرافان اما قاچاق دلار را بسیار زیان‌آور می‌خوانند و از دولت می‌خواهند جلوی آن را بگیرد. اینجا هرات در غرب افغانستان همیشه یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر و همچنین قاچاق انسان به سوی ایران و اروپا بوده است. گویا حالا نوبت قاچاق دلار رسیده. گفته می شود تا زمانی که دولت افغانستان نتواند 100% مرزهایش را کنترل کند، مشکل انواع قاچاق پابرجا خواهد بود. محمد قاضی‌زاده، بی بی سی، هرات. در فاصله کمتر از یک سال بعد از حادثه کوه دانشگاه تهران، نزدیک به 20 روزنامه توقیف شدند و برخی از روزنامه نگاران دستگیر. توقیف روزنامه سلام در آغاز دوره‌ای که به بهار مطبوعات ایران معروف شد، نقطه شروع توقیف‌های متعدد روزنامه‌ها و نشریات مختلف بود. علی مزروی، دبیر سابق سرویس اقتصادی و عضو شورای سردبیری روزنامه سلام، در گزارشی که کاوه مشکات تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته، از تأثیر توقیف این روزنامه بر جامعه مطبوعاتی ایران گفته. الان که با حافظه خودم رجوع میکنم، یادم میاد که در اون چند روزی که به توقیف روزنامه سلام منجر شد، من در یک سفر روزنامه نگاری در خارج بودم و روز چهارشنبه عصر به ایران بازگشتم و در همون روز چهارشنبه شب هنگام اعلام کردن که روزنامه توقیف شده و خب من از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدم و می شود گفت که نوعی شوک به من وارد شده بود و بلافاصله به روزنامه، محل روزنامه رفتم. خب و در اونجا دیدم همه دوستان جمعن و همه شوکه شده بودن در برابر این خبری که دریافت کرده بودن برای توقیف روزنامه. اون شبی که در روزنامه جمع شدیم بعد از حکم توقیف، متوجه شدم که دلیل حکم توقیف انتشار نامه‌ای بوده که منتسب به سعید امامی بوده و در اون نامه اصلاحات موادی از قانون مطبوعات به مجلسیان توصیه شده بود و در واقع چاپ این نامه یا انتشار این نامه نشان از اون میداد که یک برنامه‌ای توسط تیم سعید امامی برای اصلاح قانون مطبوعات طراحی شده و انتشار اون باعث این فضا شده بود که دادگاه ویژه بتواند این حکم توقیف رو صادر کند. با توجه به فضای کلی سیاسی و مطبوعاتی که بعد از دوم خرداد به وجود اومده بود و روزنامه سلام نقش بسیار مؤثر در به وجود آوردن این فضا داشت و در واقع فصلی که به عنوان بهار مطبوعات ازش یاد میشد، طبعا توقیف روزنامه سلام یک ضربه بسیار غیر قابل انتظاری در این فضا بود و میشود گفت که ضربه بسیار مهلکی رو بر فعالیت‌های مطبوعاتی به وجود آورد و نوید یک فضای برخورد رو برای مطبوعات و روزنامه‌نگاران به همراه داشت. این مقدمه‌ای شده بود برای توقیف فعالیت روزنامه‌ها در سال‌های بعد. البته خب این برمی‌گرده به فضای کلی سیاسی اجتماعی اون دوران و اراده‌ای که اقتدارگرایان برای مقابله با فضای اصلاحات کرده بودند و در این میان روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها چون پیشتاز این فضا بودند،
با ضربات مهلکی مواجه شدند و توقیف‌های فرده‌ای یکی پس از دیگری انجام شد و در این دوران می شود گفت که بعد از اون فصل بهار مطبوعات فصل پاییز و تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها در اون سال‌ها رقم خورد. البته شکایت‌ها بعدها از روزنامه سلام متعدد بود و در واقع افرادی مثل آقای احمدی نژاد، آقای ترقی و دیگران فرصت یافته بودند که از روزنامه به بهانه‌های مختلفی شکایت کنند و خب دادگاه روزنامه سلام در دادگاه ویژه روحانیت برگزار شد و خیلی دادگاه علنی نبود که بشود به همه مطالب اون دادگاه دسترسی داشت و سرانجام این دادگاه حکم به محرومیت فعالیت‌های مطبوعاتی جناب آقای موسوی خوئینی ها برای 5 سال داد و طبعا روزنامه هم حکم توقیفش برای 5 سال تایید شد. با این حکم دادگاه خب روزنامه تعطیل شد و بعد از گذشت 5 سال هم آقای موسوی خوئینی ها دیگه انگیزه‌ای برای فعالیت‌های مطبوعاتی نداشت و روزنامه سلام به تاریخ پیوست. می شود گفت یکی از منابع تغذیه نشریات جدیدی که منتشر می شد از روزنامه نگارانی که در سلام تجربه بسیار آموخته بودند استفاده می کردند و بسیاری از روزنامه ها و مجلات بعدی رو می شود با دوستان روزنامه نگاری که در سلام بودند شناسایی کرد و فکر میکنم حتی تعداد کمی از اونها هنوز در فضای مطبوعاتی ایران فعالن و اونام که در فضای غیر مطبوعاتی فعال شدن تونستن در جاهای مختلفی که کار گرفتن رشد و ارتقا پیدا کنن. دفتر تحکیم وحدت از تشکل‌های شاخص دانشجویی هم در زمان وقایع کوه دانشگاه نقش شاخصی در شکل‌دهی اعتراض‌های دانشجویان داشت. علی افشاری از اعضای شورای مرکزی این دفتر تحصن دانشجویان را در کوه دانشگاه تهران سازماندهی کرد. او اکنون در واشنگتن به فعالیت سیاسی و تدریس در دانشگاه مشغول است. آقای افشاری در گفتگو با خشایار جنیدی از نقش حوادث کوی دانشگاه در تحول تفکرات سیاسی خود گفته است. من علی افشاری هستم، پژوهشگر مؤسسه استاندارد مواد غذایی و دارو در آمریکا که FDA و همچنین استاد مدعو دانشگاه جورج واشنگتن هم هستم در دانشکده مهندسی. در سال 78 20 سال پیش من دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه پلی تکنیک بودم، همزمان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودم. وقتی اون فاجعه دلخراش رخ داد، خب ما بنا به مسئولیتمون در اون مقطع تحکیم، خب بزرگترین سازمان دانشجوی کشور بود، وارد این حرکت شدیم و در حرکت اعتراضی مشارکت کردیم برای اعاده حیثیت از دانشگاه و دفاع از حقوق تضییع شده یه دانشجویان. من مسئول برنامه دفعه تحکیم وحدت بودم که از روز یک شنبه تحصنی را اعلام کرد و این تحصن روز دوشنبه تموم شد. مسائل چندی باعث شد که در نهایت اون حرکت اعتراضی نافرجام باقی بمونه و هنوز بعد از گذشت 20 سال این زخم کوی دانشگاه بر پیکره جنبش دانشجویی تازه هست. خب من اگه بخوام برگردم به گذشته و ببینم چرا این حرکت باعث شد که، یعنی چه اتفاقاتی افتاد که کوی حرکت اعتراضی کوی نافرجام بشه، خب فکر میکنم در وهله اول باید دست بگذاریم بر این که دولت خاتمی به خصوص شخص خودش در اون مقطع منفعل عمل کرد. به نظر من اگه سید محمد خاتمی مثل قتل‌های زنجیره‌ای به اصطلاح محکم وارد صحنه می‌شد در همون روز اول اعتراضات، میتونست سرنوشت رو عوض بکنه. وزارت کشور و وزارت علوم به خصوص، این دو به نظر من عملکرد قابل قبولی داشتن. عامل دوم به نظر من برمیگرده به یک نوع شتاب زدگی که در بخشی از معترضان بود و
اینکه ای تلاش میکردن محدوده و اندازه این حرکت از خواسته ها و مطالبات دانشجویی فراتر بره. کوی دانشگاه در اون مقطع ظرفیت این که بخواد تبدیل شه به یک جنبش سیاسی بزرگ یا نمیدونم براندازی جمهوری اسلامی یا حتی تغییرات کلان سیاسی چنین ظرفیتی را نداشت و این بار یه بار بیش از حدی بود و طبیعتاً باعث میشد که اون حرکت به سمت واگرایی بره. وقایع کوی دانشگاه تهران سال 78 در زندگی سیاسی من یک نقطه عطف بود و اثرگذار بود. این معنا که اولین بار بذرهای تردید در ذهن من نسبت به کارآمدی اصلاحات دوم خرداد، یعنی در چارچوب قانون اساسی و با روش‌های پارلمانتاریستی ایجاد شد و من شک کردم، منتها هنوز ازش عبور نکردم، داشتم ذهنم فکر می‌کردم. اما اون اتفاقی که در وزششان در ابتدای کارش رخ داد، یعنی طرح اصلاح قانون مطبوعات به خواست آقای خامنه ای خارج شد، اونجا دیگه تیر خلاص بود نسبت به اصلاح طلبی در درون جمهوری اسلامی. به این نتیجه رسیدم که کلیت جمهوری اسلامی البته به شیوه مسالمت آمیز باید تغییر پیدا بکنه، این تغییرم بخشی از گذار به دموکراسی باشه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.